سلام بینندگان گرامی، 20 نویبر به برنامه خبری امروز خوش آمدید. شهرت رحمت الله هستم، برنامه را آغاز میکنیم و متوجه باشید به سرخط خبرها. حکومت در خدمت خانواده، دادن زمین برای ساختن ترمینال مسافرکشانی در ناحیه رودکی به شرکت فراز. حاجی شریف در روی خط سیاه ناظرات انداز، مالکان بازار خانواده صاحباف ها قدای امومالی رحمان از پرداخت انداز سرپیچی میکنند. تربیه افرادگرایان در الهیدگی آسان تر است. مقامات طرح زندان ویژه برای محبوسان متهم به تروریسم را آماده کردند، ولی برای بنیادش پول میجویند. باغ حیوانات دوشنبه یا زندان برای جانوران، هلاک 25 جانور در یک سال. سامانه عدلیه‌تجه با زبان روسی به قول از حکومت جمهوری تاجیکستان قرار را نشر کرده است که در آن برای جدا کردن زمین به شرکت فراز در ناحیه رودکی گفته می شود. طبق این قرار حکومت در ناحیه رودکی باید 3 گکتر از زمین های خواجگی دهقانی محسین گرفته برای ساختن ترمینال مسافرکشانی به شرکت فراز داده شود. این زمین های کارم در ایوازی 39,000 دلار همچون جبران پولی به خواجگی دهقانی محسین به اختیار شرکت فراز به مهلت نامعین می گذارد. قبلا هم با قرار حکومت جمهوری در چند نقطه از ولایت سوخت به این شرکت برای ساختن ترمینال مسافرکشانی بین المللی جدا شده بود. این در حال است که شرکت فراز قبلا هم از خود برهمدهی خبر داده بود. مکتوب این شرکت در 16 سپتامبر درباره خود برهمدهی به کمیته انداز روانه شده بود. سبب خود برهمدهی را شرکت در تاب نآوردن رقابت بازار سوزشواری گفته بود، اما دیگر تا حال از طرف این شرکت معلومات دقیق درباره برهمدهیش بر رسانه ها دسترس نشده است. تنها از فروختن مالکیت این شرکت از قبیل انبار سوزشواری و مکتب های رانندگی و نقطه های سوزشواری و معاینه ماشین در سامانه رسمیش نشر شده بود. در حالی که این شرکت میگوید بر رقابت در بازار سوزشواری تاب نآورده است، ولی کارشناسان بر این نظرند که این تنها به چشم مردم خاک پاشیدن است، چون بازار سوزشواری از طرف فراز انحصاری شده و حق فروش سوزشواری را تنها همین شرکت دارد. شرکت فراز به گفته مسئولانش سال 2008 تشکیل شده، در ابتدا اساساً بخش واردات و فروش عمده و چکنه سوزشواری فعالیت میکرد. اما سالهای اخیر شرکت فعالیت خود را وسیع کرده در چندین ساحه سردرآمد از جمله جمع آوری شیره کمال، صادر کردن شناسنامه های رانندگی و رقم های دولتی ماشین ها، استحصال پازهر، رشد توریسم و جهانگردی، ساختمان، صاحب ملکی کانهای فایدناک، بانکداری، خدمات طبی و بخش های زیادی دیگر حضوری گسترده پیدا کرد. طبق اطلاع ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت های متشکلانه یعنی OCCRP، شرکت فراز به شمس‌الله صاحباف داماد رئیس جمهور تعلق داشته، یک شرکت مناپولیست در بازار تاجیکستان است و نظارت بسیار ساحه های سردرآمد کشور از جمله فروش سوزشواری و جمع آوری شیره کمال را در اختیار دارد. این چونین مکتب های رانندگی و معاینه تکنیکی ماشین ها و دادن معلومات نامه طبی به خوانندگان را نیز زیر اختیار خود درآورده است. مرکز سلامتی سپا حیات، مرکز فراغتی سفید دره و کلی دوشنبه را نیز به همین شرکت رب می دهند. اخیراً این خبر را کمیته اولیمپی تاجیکستان تایید کرده بود. حالا این شرکت چند از کانهای انگشت را از خود کرده و به ساختمان ترمینال های مسافربری دست زده است. ناظرات انداز شهر باختر روی خط شرکت های را ترتیب داده است که سری وقت انداز پرداخت نمی کنند و از این حساب در نزد دولت قرضدار شدند. روی خط خود را این ساختار اندازهای مشکل سیتان نامگذاری کرده است که در آن نامی 17 شرکت و کارخانه ها ذکر شدند. در روی خط سیاه بازار حاجی شریف در سطر سیوم قرار گرفته است. قرض عمومی آن به 1,892,000 سومانی رسیده است. مالکان بازار حاجی شریف خانواده صاحباف ها قدای امومالی رحمانند. در ناظرات انداز دقیق نکردند که مالکان بازار تا
طولی چند وقت از پرداختی انداز سرپیچی میکنند. همچنین در رویخط نامبرده قرغان تپه‌گاز در نزد دولت قرضی از همه بیشتر داشته است. 9,468,000 سومانی. در سطر دوم جمعیت سهامی لواکند با 2,067,000 سومانی قرار گرفته است. خبرگزاری آسیا پلوس هم می نویسد که نظیرات اندازی شهری باختر نسبت به بعضی از قرضداران سند ترتیب داده و دادستانی شهر فرستادند، ولی در آن روی خط اسمی بازار حاجی شریف نیست. در مجموع بقیه قرض انداز در شهر باختر به 1 نوامبر سال جاری 23,495,000 سومانی را تشکیل داده است. خبرگزاری اوستا هم می نویسد ماهی سیوم است که نقشه درآمد بودجه کشور اجرا نمی گردد. در این مدت قسمی درآمد بودجه تقریبا 4.5% از نقشه پیشبینی شده کمتر اجرا گردیده، دولت 420 میلیون سومانی ضرر دیده است. قابل ذکر است که وقتهای اخیر مالکان بازار حاجی شریف در ولایت ختلان خیلی متکبرانه رفتار میکنند. آنها غیر از سرپیچی از پرداخت انداز با افراد گوناگون زود زود زد و خورد میکنند. آدمان زایر و شمس‌الله صاحبوف ها، دو داماد رئیس جمهور، به خانه صاحبکاران حمله مسلحانه به انجام میرسانند و یا در کوچه های شهر زن و زنی و تیرپرانی میکنند. مقامات در همه حالت جانب دوم را بازداشت و عیبدار کرده جرأت به جوابگری کشیدن آدمان دامادهای امومالی رحمان را ندارند. وزارت عدلیه تاجیکستان قصد دارد زندانی ویژه برای محبوسان متهم به تروریسم بنیاد کند. طرح محبسخانه علکی از جانب اداره زندانهای تاجیکستان آماده گردیده است. در این باره منصور جان عمروف، معاون وزیر عدلیه و رهبر اداره زندانهای تاجیکستان، ضمن همایش رشد نظام اجرای جزای جنایتی در جمهوری تاجیکستان اعلان کرد. سردار شعبه دستگاه شورای امنیت تاجیکستان یوسف جان یوسفزاده نیز بنیاد مؤسسه های ویژه برای محکوم شده ها به جرم تروریسم را مهم دانست. به نظر او محبوسانی که با این جرم زندانی شدند نباید در جای های عمومی بلکه در مؤسسه های مخصوص نگهداری شوند. منصور جان عمروف در نوبت خود تاکید کرد که تربیه کردن افرادگرایان در الهیدگی آسان تر است، زیرا محض این گروه زندانیان منبع اصلی ترغیب عقیده های افراطی هستند. عمروف گفت که بنیاد مؤسسه به خصوص به خاطر تأمین امنیت کارمندان مؤسسه های اصلاحی و زندانیان دیگر مهم است. در حالت بنیاد این مؤسسه امنیت، سوی قصد و کشتار و پهنشوی عقیده های افراطی پیشگیری کرده می شود، گفت رهبر اداره زندان های تاجیکستان. همایش رشد نظام اجرای جزای جنایتی در جمهوری تاجیکستان با ابتکار سررئاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان و سازمان PRI، اصلاحات بین المللی محبس ها در آسیای میانه برگزار شد. در آن بجز مقامات تاجیک همچنین کارشناسان بین المللی نیز اشتراک و سخنرانی کردند. مقصد اصلی سررئاست اجرای جزای جنایتی از برگزاری این چاره‌بینی به نمایش گذاشتن طرح زندان ویژه برای محبوسان متهم به تروریسم بود. مقامات تاجیک قصد دارند برای مبلغ گذاری این لایحه کشورهای خارجی را جلب کنند. یادآور می‌شویم که در یک سال اخیر در زندان‌های تاجیکستان آشوب‌های پرقربانی سر زده بود. در زندان خوجند و زندان وحدت در نتیجه سرکوب کردن آشوب‌ها ده ها نفر به هلاکت رسیدند. مسئولیت این حادثه را گروه داعش برداشت گرفت و مقامات هم گفتند هر دو آشوب کاری دستی افرادگراها بود. حالا در زندان‌های تاجیکستان حدود 2000 نفر اشخاص متهم به تندگرایی و تروریسم نگهداری می‌شوند. به تأکید ریاست اداره زندان‌های تاجیکستان، این بی‌نظمی‌ها با شرکت افراد محکوم به تروریسم صورت گرفته است. در باغ حیوانات پایتخت امسال 25 جانور هلاک شده است. در این باره آسیا پلوس از قبل منبع خود که 10 سال باز اختیاران در باغ حیوانات به نگاه و بین و نگاهداری جانوران کمک میکند خبر میدهد. اما کارمندان این باغ حیوانات از همه گونه شرح خودداری میکنند، حتی به نوار و رسم گرفتن به خبرنگاران مانع ایجاد میکنند. آنها گفتند که اینجا مؤسسه دولتی است، نوارگیری و عکسبرداری اجازه نیست.
در حالی که اجازه عکس گرفتن و نگرفتن تنها به مؤسسه های خصوصی رب دارد، نه به مؤسسه دولتی. در عکس و نوارهای گرفته ازیا پلوس وضعی وحیمی باغ جانوران و شرایط نگهداری آنها دیده می شود. از جمله در قفس هایی که حیوان های درنده به مانند خرس و شیر نگهداری می شود، خیلی تنگ و خرد است. این نمود قفس ها نه تنها برای جانور امکان دو و تاز نمی دهد، بلکه برایشان حرکت آزاد غیر امکان است، چون حجم این قفس ها 3 و یا 4 متر می باشند. قبلا هلاکت دو جانور، گوزن، شترمرغ و مرگ یک بگیموت با نام تورسونبوی که از جمهوری قزاقستان آورده شده بود، رسانه‌ای شده بود و رئیس پیشینی باغ حیوانات دوشنبه از وظیفه‌اش برکنار شد. ازیا پلوس می نویسد که در چنین مکان برای آدمان احساسی استراحت همراه خانواده اصلا جای مساعد نیست. در این باغ برعکس از حالت بد نگهداری و حالت وحیم جانوران هر انسان زیر تأثیر بد قرار می گیرد. قفس های افلاس و بام های فرسوده هنگام باریدن باران جانوران تر می شوند و کسی نیست که آنها را با چیز پوشاند و هنگام بد شدن حال جانوران آنها را تبابت کنند. دوستداران حیوانات در صحبت با این سامانه گفتند اصلا بهتر می بود این جانوران را آزاد و رهایشان کنند. با قول این رسانه این چونین برای هوای سرد زمستان در این باغ یگان شرایط و آمادگی دیدن نشده است و بیشتر پرندگان به سردی ها تاب نآورده هلاک می شوند. با وجود این همه مشکلی باغ حیوانات پایتخت تا حال حل نشده باقی می ماند. پیشتر مقامات شهرداری از ساختن باغ نو در نزدیکی های بازار کاروان اطلاع داده بود که دارای استانداردهای بین المللی بوده شرایط خوبی نگهداری حیوان ها را خواهد داشت و جانوران به آنجا انتقال داده می شوند. اما با گذشت چند سال دیگر اطلاع از باغ نو دسترسی جامعه نشده است. بینندگان گرامی، اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر اگر مطلب و پیشنهاد دارید می توانید طریق پوچته الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با ما ارسال کنید. رقم برای تماس 48519 767 404. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.